سلام به ورزش دوستان و ورزش فنای عزیز، خوش اومدید به کانال ایتیوب. با کانال ورزشی ما همراه هستید، در خدمتتونیم. این بار هم با یه فن خفن و جنگی از ورزش پرطرفدار کشتی. این سری از ویدیوها رو به سلسله فنهای ورزش جذاب و هیجانی کشتی اختصاص دادیم که هم دیدنیان و هم یاد گرفتنی، همینطور هم ویدیوهامون لایک کردنی. پس سریعتر به کوب لایکو. بله، و حرکت امروز گاوتاب ایستاده. گاوتاب حالت دستباز، یا اگه اسمی داره که میدونید شما و من نمیدونم حتما برامون کامنت کنید. خلاصه دو دستمون رو از زیر کتف‌های حریف حلقه می‌کنیم، طوری که قفل میشن و دستاش به حالت باز در میان. حریف میخواد خودش رو پایین بکشه ولی نمیتونه، چون ما بالا نگهش میداریم. حالا اگه خودش رو از محور حرکت تکون نده، پایی که میخوایم از اون طرف حریف رو بکشیم و به زمین بزنیم، به عقب شوت میکنیم که در بدن و کمرمون پیچی به وجود میاد و بلافاصله کمرمون رو در جهت پای شوت شده به سرعت میچرخونیم که دستامون مثل جر سقیل حریف رو بلند میکنه و به زمین میزنه، که در نهایت خودمون هم میریم روی حریف و حالا این شما و این حریف غلطیده در خاک. حالا یه دور با دقت ویدیوی اجرای فن رو تماشا کنید. بله، تمرین کنید تا یاد بگیرید، ولی این فنون رو با کسی تمرین نکنید که باعث اتفاقات ناگوار بشه. لایک و کامنت هم که یادتون هست، و بریم سراغ تغییرات اساسی قوانین کشتی که در سال 2015 اعمال شدن، و یکیشون هم اینه که میگه حتما هرچه سریعتر چنل ایتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین کسی باشید که ویدیوی جدید ما رو میبینه. آره دیگه، حرف گوش کن باشید. با توجه به تغییراتی که در قوانین کشتی فرنگی ایجاد شد، اجرای برخی از این تغییرات در کشتی آزاد هم ضروریه. اتحادیه جهانی کشتی به منظور یک پارچه کردن قوانین در هر دو رشته آزاد و فرنگی، تغییرات جدید قوانین در رشته کشتی آزاد رو به شرح زیر اعمال کردن. تمام فنون چرخشی، یعنی بارانداز و فتیل پیچ و غیره، دو امتیاز دارن. چه چرخش از ناحیه کمر و شکم باشه و چه چرخش روی دو دست کشتیگیر مدافع باشه، که اینجا دو امتیاز به مجری فن داده میشه، که یه دونه حذف یک امتیازی چرخش روی دستان هم داریم. دوم اینکه تماس آنی شونه های کشتیگیر مهاجم یا مجری فن با تشک دیگه امتیازی در بر نداره. قبل این مجری فن در هنگام اجرای فن به دلیل روی پر رفتن خودش و تماس شونه با تشک یه امتیاز از دست میداد، اما در این تغییرات این قانون حذف شد. سوم اینه که اگه پای کشتیگیر مهاجم از تشک خارج بشه، سه حالت قابل فرضه. اول اینکه اگه کشتیگیر مهاجم امتیازی به دست بیاره، اون امتیاز بهش تعلق میگیره و براش امتیاز ثبت میشه. دوم اینکه اگه کشتیگیر مهاجم نتونه فنی رو اجرا یا امتیازی کسب کنه، داور مسابقه رو متوقف میکنه و یه امتیاز به حریف داده میشه. و در نهایت سوم اینکه اگه کشتیگیر مهاجم حریف رو با کنترل کامل بلند کنه و پاش از تشک بیرون بره و نتونه امتیازی بگیره، یه امتیاز به حریف اون داده نمیشه. و تغییرات دیگه اینه که هل دادن حریف به خارج از تشک امتیازی نخواهد داشت. بالاتنه کشتیگیر باید به طور کامل به زمین بخوره تا ضربه فنی شده باشه و مسابقه به اتمام برسه. خلاصه که اینم از این تغییرات قوانین، و اینم براتون بگم که قوانین ورزش رزمی کشتی آزاد رو اتحادیه جهانی کشتی یا UWW تصویب میکنه، که یکی از مدرن ترین فدراسیون های ورزشی در دنیاست و سخت ترین قوانین رو برای ورزش کشتی آزاد
تصویب کرده تا به امروز و ببینیم که در نهایت در سالهای دیگه که علم و قوانین حتما مدرن تر میشن چه تغییراتی در قوانین کشتی دنیا و ایران به وجود خواهد آمد. امیدوارم که از این ویدیو، یعنی حتما از این ویدیو خوشتون اومده دیگه، لایک رو بزنید و سابسکرایب هم اگه نکردید تا الان سابسکرایب کنید. دمتون گرم، مرسی که هستید. تا یه ویدیوی دیگه دلم براتون تنگ میشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.